شما عزیزان، در ابتدای برنامه گفتم که در رابطه با احمد باطبی، دانشجوی زندانی که وضعش در خطر هستش، احمد باطبی از سال 78 تا کنون در زندان هست و تحت فشار و شکنجه و آزارهای جسمی و روانی قرار داره. انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر یک سری تلاش‌هایی رو پیش روی خودشون از ماهای قبل قرار دادن و یک بیانیه صادر کردن که من این بیانیه رو الان به حضور شما میرسونم، خواستهاشون و تلاش‌ها در این رابطه. و در همین مورد من با وکیل مدافع آقای احمد باطبی یک سخنرانی داشتم که بعد از این اطلاعیه رو هم رسوند. این انجمن دفاع خطاب به حقوق بشر سازمان ملل متحد، کمیسیون حقوق بشر اروپا، صلیب سرخ جهانی، سازمان عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر و پزشکان بدون مرز نوشتن بر اساس آخرین خبر رسیده در گفتگوی با پدر احمد باطبی، حال جسمانی احمد بسیار وخیم است. برخلاف نظر پزشکان بیمارستان شهدای تهران، با وجود داشتن تشنج و ضعف شدید جسمی، مجدداً وی را به زندان بازگرداندند. تحت فشار نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ایران، خانواده وی اجازه ندارند با هیچ نهاد خبری مصاحبه کنند. بازگرداندن یک بیمار با وضعیت وخیم جسمانی به زندان، خلاف شونات انسانی و نقض حقوق بشر است. احمد باطبی نه یک مجرم بلکه انسانی آزادی خواه است که برای دفاع آزادی های مدنی و حقوق بشر در مبارزات دانشجویی سال 78 شجاعانه شرکت کرد. متاسفانه از آن موقع توسط نیروهای امنیتی دستگیر، شکنجه و تاکنون در زندان به سر می‌برد. خانواده احمد باطبی از وضعیت وخیم جسمی فرزندشان بسیار نگران هستند. طبق آخرین گفتگو با پدر محمد باطبی، آقای محمد باقر باطبی، وی دست نیاز به سوی صلیب سرخ جهانی و نهادهای بشر دوست دراز کرده و همچنین ایشان تقاضای کمک پزشکی برای مداوای فرزندش از پزشکان صلیب سرخ را دارد. ما به عنوان انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایرانی هم صدا با خانواده رنج دیده احمد باطبی، خواستار کمک فوری و امداد رسانی بخش پزشکی صلیب سرخ جهانی برای مداوای این زندانی سیاسی هستیم و از تمامی نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر تقاضای تلاش برای نجات جان احمد باطبی رو داریم. با احترام فراوان، انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران. به همراه فایل صوتی که میفرستم برای تمامی این نهادهایی که من گفتم. در همین ارتباط من یک گفتمانی دارم با آقای خلیل بهرامیان، وکیل مدافع احمد باطبی. میریم و به اتفاق گوش میکنیم، با ما باشید. آقای خلیل بهرامیان، صدا میاد؟ سلام عرض میکنم، با سلام مجدد صبحتون بخیر. آقای خلیل بهرامیان، من بینو همتی هستم از برنامه رهای زن. من روز جمعه باهاتون تماس گرفتم، شما در راه رفتن به دیدار موکلتون آقای احمد باطبی بودید. لطف کنی برای بینندگان ما توضیح بدید آیا دیدید آقای احمد باطبی رو در روزی که قرار بود ببینینش، روز جمعه؟ فکر میکنم من قبل از اون اعلام کرده بودم که روز یک شنبه، روز جمعه اعلام کردم یک شنبه میرم آقای احمد باطبی رو ببینم. بعد وقتی روز یک شنبه، یعنی دیروز، رفتم برای دیدار آقای باطبی، به چه دلیلی؟ گفتن که ایشون رو بردن به دادگاه. من تا ساعت نزدیک به یک نشستم، گفتن که ایشون، یعنی حدود ساعت یه رو بیک، من گفتن که ایشون دادگاه هستن، اینجا نیستن. من بعد با پدرشم اومده بود، با هم رفتیم بیرون، تو ماشین نشسته بودیم که آقای احمد باطبی تلفنی زنگ زد با موبایل پدرش. سوال کردم کجا بودی؟ گفت والا منو بردم تو دادگاه برای دادگاه، اما نه قاضی بود نه چیزی، من تا الان نگه داشتم و الان راه کردم. حالا اینکه چطوری بود که ایشون بدونید که دادگاه وقتی تنگ کرده باشه ایشون از زندان بردن بیرون، تنجیدن نه من نه پدرشون موفق به دیدار آقای باطبی نشدیم. منطقه مسئله ای که
مطرح کردن همین بود که من با دانجه سرگردان کردم. حالا سال دیگه هست به فرمید مثلا میگم. آقای بهرامیان، آیا پرونده جدیدی باز کردن برای آقای احمد باطبی یا کماکان همون پرونده قبله؟ نه خیر، طوری که روزی یک شنبه تلفنی به من صحبت کرد گفت که پرونده جدیدی براشون باز کردن برای همین مسئله غیبتشون وقتی که به دستال اساسی برای مرخصی اومده بود مرخصی شب عید که خب خودش گفته که من به زندان اعلام کردم که من نمیتونم برگردم به دلیل که ازدواج کردم به دلیل که وضع مالی خانوادم بدیم و به دلیل که من باید کار کنم به دلیل که تحصیلات هم ادامه بدم در نتیجه آیون میدونستم که من در کجا هستم تو خونم بودم احتیاج به بگیری به من تو جرد نبودش و اصلا این برخورد میکردم به نظری که میگو برخورد بسیار نامناسب بود و من که فرایی نبودم در اینجوری من بگیرم خب نهایتا برای همین قضیه بیا پرانی براشون باز کردم. بله آقای بهرامیان، شما کلن از خموچم خود پرونده احمد باطبی به عنوان یک وکیل مدافع از جزئیاتش اطلاع دارید؟ پرونده چقدر خوشبین هست؟ من پروندهش خوندم. چقدر خوشبین هستید که احمد باطبی با توجه به وضعیت جسمی و روحی که داره حقیقتا نگرانی تمام دنیا رو داره پشته، چه داخل ایران چه خارج از ایران، نهادهای بین المللی، نهادهای حقوق بشر، چقدر خوشبین هستید که برای معالجه حداقل بیرون بیاد که یه معالجه‌ای بتونه بکنه؟ و ما شنید من اصولا مسئله خوشبینی یا بدبینی مطرح نیست، مسئله واقع‌بینی مطرح هست. بله، واقع‌بینی که من دارم به عنوان وکیل دادگستری وکیل حدود 20 نفر از زندانیان سیاسی تا بال بودم و هستم. بله، و در مجموع اون چیزی رو که در این پرونده حقوق عمومی در ایران مطرح میشه من خیلی راحت با توجه به اینکه امکان مشکلات سنگینی هم برای من ایجاد بشه خدمت رو عرض میکنم. اصولا متاسفانه آقایون تریبون نمیدن که حداقل ما بخود مطرح کنیم که خودشون حداقل سیستمشون اصلاح کنن. اون چیزی که استنباط میکنم اینه که اوضاع این پرونده ها دقیقا امنیتی هستن، یعنی عنوان قاضی بی‌نظر یا قاضی که از آن بزرگتون مخاطب باشه بر طبق قانون عمل کنه نیست. مثلا پرونده آقای باطبی رو من خوندم و واقعا متعجب شدم که جوری حکم اعدام صادر شده با توجه به هیچ گونه دلیلی در پرونده وجود نداره. اینا معارض تشکیل دادن. مثلا اگر یه قاضی بی‌نظر یا یعنی بر طبق قانون ضوابط قانونی حکم صادر می‌کرد نمی بایستی ایشون رو بیش از یک ماه زندان محکوم میکرد. اینجا حکم اعدام چه بوده که رهبری اینقدر حساس شده که یک مرتبه سرجه بدونه که این قوه قضاییه درخواست کرده باشه عفو داده کرد برای چهار نفر از نگاه حکم اعدام سرجه بود. از جمله مصدر محمدی، اکبر محمدی به من گفته صریحا مگه تو زندان رفتم این چیزی که نوشته ازم برای منم گفته تو دفتر من میومد میگو آقا من رفتم تو دادگاه، دادگاه من گفت حاکم دست از دستبند من رو واضح میکنید یه گفت من که احمق بتمر کنجا. خب گفتم من گفتم که آقا چه توهین میکنی احمق خودتی که دستور داد همونجا چیزا به من کتک زدن. حالا این که صحت سقمش نمیدونم چیه و این پسری که الان خود کرده و قربانی جریانی شده نهایتا به این صورته. حتما من امیدی به ارزم دوزوتون رای موکلم از احمد باطبی ندارم. همه چیزی که برای من مطرح هست زندان حقوقی داره و آیین‌نامه های زندان و قوانین مربوط به زندان هست که معاون دادستانی که در زندان این هست و مجموعه عواملی که در زندان هستن اینا همه مسئولیت مشترک و مسئولیت فردی دارن، یعنی هم مسئولیت مشترک داره هم مسئولیت فردی، حتی بهتری زندان. و من بارها هشدار دادم به ریاست محترم قوت قضاییه به این مسئله توجه کنم. خب حقوق شهروندی رو ایشون روش تاکید کردن، حقوق شهروندی وضع شد و تصویب شد. متاسفانه این قوانین هر دن ما کوچکترین توجهی به این نوع قوانین نمیشه. من تأثیر من از این جریانه که چه چیزی داره یکم جریان پیدا میکنه توی من به نسبت به این بچه هایی که
سرنوشت کشور، آینده کشور، امید کشور اینا. بله آقای بهرامیان، به هر حال بسیاری بسیاری نگران هستند. آیا آقای احمد باطبی کماکان در اعتصاب غذای خشک به سر میبرن؟ این نگرانی هست؟ نه خیر، ایشون خانمش که از زندان آزاد شد، خود طور که استنباط کردم وزارت اطلاعات وقتی متوجه شد چون جریان خانمش بازداشت شده، اینطوری که خود احمد باطبی من گفت فوری یکی از مامورین خود وزارت اطلاعات از زندان اوین بوده، چی بوده، فوری رفت کردستان ایشون آزاد کرد و این بازداشت ایشون با اطلاعاتی که من کسب کردم از وزارت اطلاعات به هیچ وجه نبوده. و از اتصاف غذا اگر اتصاف غذا کرده بود در اومده و من به من گفت کنم تو اتصاف چی گفت نه در فیلان در اتصاف بیستم. بله. اما وضعیت رو به من اعلام کرد که امارای که پزشکش که امارای کرده گفتش که به سطح نیمکره راست مغزش تورمه. این تورم من از پزشکی که سوال کردم گفت این تورم ناشی از فشارهای عصبیه و احتمال اینکه سکته هم ایجاد بشه هست. بله. ولی تا حالا سکته انجام نشده، ولی خب دچار مشکلات عصبی بسیار سنگینه. خب جوانی تا اون در جوانی شد تو زندان بهترین لحظات خوب زندگی شد در زندان به سر برده. من اصلا از این قدرات محترم در ماز بهشون میگم که آقا این حساب کنید بچه شما، نه نوکر در خونه شما، شما که نمی که مقایسه کنید با بچه هاتون. خب اینا رو غریبه میدونید، اینا رو شهروند درجه دوم سوم میدونید، اما حساب کنید چون کارگر در خونتون باشه. آقا شما حاضر هستید که این همه فشار رو تزریقات ایجاد کنید؟ چرا؟ اینا سرمایه کشورن. تازه در نظر بیارید بعد خانوادهشون که پدرشون، مادرشون و ما میشنویم همینطور که به هر حال از این طرف اون طرف یا اقوامشون که صحبتهایی میکنن که وضع بسیار نابسامانی دارن، نگرانی دارن. اونا که درجه یکن، خب یه همچین وضعیتی و به هر حال ما هم همه کسایی که بیرون هستن چه داخل ایران چه خارج ایران حقیقتا نگرانی این وضع هستن و میخوان که آزاد بشه و برسه حداقل به وضعیت جسمی و دکتر مالج گفته که باید بیاد بیرون. به هر حال کمپین های قوی الان پشت این جریان هست آقای بهرامیان و دارن فعالیت میکنن. اینو ببین من خودم استنباطم اینه که جریانی در قوه قضاییه هست، این جریان الان مزدفن عمل میکنه، سعی در استنباطم اینه، سعی در ایجاد بحران هست و این واقعا متاسف باره. این مثل چه بسته زندان باشن حالا چه کار کردن؟ ببینید الان اینها حالت اقتدارگرایی فرده دارن اعمال میکنن. اینه بایستی مسئولین درد کنن. این خانخان به نظر من آخر به چه حساب اینها باید از بازداش باشن؟ چرا؟ چی کار کردن مگه؟ در حال شما پرونده رو کاملا خوندید و بله دقیقا میدونید، از جزئیاتش هم خبر دارید و کم هم نیستن آقای بهرامیان، فقط احمد باطبی ها نیستن، هستن، بهترین فرزندان ما درون زندان ها هستن بدون تقصیر. بله فقط احمد باطبی هست. حالا ببینید من اطلاعاتی که دارم، مجموع اطلاعات من در محدوده زندان های اطراف تهران، بقیه اطلاعات ندارم که مطلبی بیان کنم، ولی واقعا باید تاسفه، باید تاسفه که در سایه قضایی آیت الله شهرودی بایدی یکم بیشتر توجه کنن که اینها همه به نام ایشون نوشته میشه. اینو باید دقت کنن که در هر صورت در این کشور باید یه روزی قانون حاکم باشه. این حکومت قانون رو به جای حکومت ارزن بوزد اراده فردی، حوثای فردی یا بیتوجه ها که ناشد. خود من الان با ماده وکیل دادگستری در مرز تعدید هم الان پرونده دوبایی برای من تازه سر ونده اکر محمدی که چرا من اعلامی جرم کردم با مانی که مرز مسئولی نیزدم مسئول مرگ اکبر محمدی هستم. من با مانی وکیل دادگستری هم انگاه به مطالب موکلی نمیدم در رابطا، این که این به نظر من یک تخدید به وکیل دادگستری سلب ارزم بزرگتون انجام وظیفه قانونی وکیل دادگستریه. مگه میشه آقا وکیل دادگستری رو
شما بمانی که بمانی بسیر پرونده رو در تحقیب داری میکنید. آقا اینو به پای میز محاکمه بکشونید، هر لحظه هر شد پرونده درست کنید. بایستید دو ماه سه ماه پنج ماه شیش ماه یه سال ارزم بزرگتون ببین یه اینه که آقای همکار عزیز من آقای سلطانی پرونده رو قبول کرد، معاوض اصلا به قرارداد قوه قضاییه قبل از اینکه ایشون حتی محاکمه بشه، قبل از اینکه تحقیقات بشه، درجه همروز اعلام میکنن ایشون جاسوس هستش. حالا در کل پرنسیپ هست که چنین کسی چنین مسئولی اجازه به خودش میده این مسئله رو در ارزن بوجودتون تلویزیون های جایی دیگه مطرح کنه، هر حرمت از کسی بکنه، بعد در ساخت جمع خیلی تقریه شده، نه خیلیشون نبوده. خودشون آقا این چیز میکنن که آقا تا حکم صادر نشه، قطعی نشه، نهایی نشه، هیچ کس هیچ مقامی حق نداره مطلب رو افشا کنه. آقا همون ساعت گرفتن، همون ساعت افشا کردن، یعنی آن وکیل دادگستری هم در امانی نیست. به خاطر همین ساعت اصلا اعلام کردن کمیته جهانی دفاع از حقوق وکلای مدافع متهمی و زندانی سیاسی تشکیل بشه. من درخواست ندارم این ریاست شم نلسون ماندلا وکیل دادگستری قبول کنه. بالاخره جانمون به لب رسیده، چکر تو با تیغتی برسی حقال گوش کن. آقای برحال آقای بهرامیان صدای شما پخش خواهد شد از طریق رهای زن و گفتم یک بار دیگه میگم این کمپین های قوی هرچه گسترده تر داره پیش میره برای آزادی تمامی زندانیان ما و به خصوص آقای احمد باطبی که در وضعیت بسیار امیدوارم که فرمایش آقای احمد باطبی فرمایش دکتر محمدی نشه. بله و این امیدواری برای ما هم هست. در هر حال همگی تلاش خواهیم کرد. با سپاس فراوان از شما آقای خلیل بهرامیان وکیل مدافع آقای احمد باطبی، روز شما خوش، به امید موفق. قربون شما عزیزم، خدا بیا. با سلام مجدد. صحبتی بود از شنیدید از قول آقای وکیل مدافع خلیل بهرامیان. گفتم که کمپین های قوی هست و این جمله گزارش جالب و تلاش های انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر و سخنگوی این انجمن آقای آزاد زمانی و دیبا علی خانی که جدا جای قدردانی داره با تلاش های بسیاری که در این مدت در عرض مدت کردن. من خواستم که یک گزارش کوتاهی فقط از این فعالیت های گریزی بهش بکنم. انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر به محض دریافت این خبر و انتقال این عزیز به بیمارستان شهدا و برگرداندن ایشون به کمیته دست به برگردانشون به زندان، یک کمیته رو تشکیل دادن و برای جلب حمایت نجات جان احمدی باطبی. و همچنین قبل از اون در روز 30 بهمن ماه دبیر این انجمن آزاد زمانی اطلاعی و خطاب به مردم ایران، همه نهادهای بین المللی و مدافع حقوق بشر، شخصیت ها، احزاب و سازمان های سیاسی و مدنی صادر کردن و خواستن که در این راستا بیان و برن به طرف به نامه بدن، فعالیت بکنن، برای دفتر عفو بین الملل صلیب سرخ نامه بنویسن و خود ایشون این کارو کردن، نامه نوشتن و این نامه به انگلیسی ترجمه شده، ایشون خودشون بردن شخصا و پزشکان بدون مرز دادن دفتر صلیب سرخ و همچنین در پارلمان اروپا. به هر حال این فعالیت ها هست. ایشون از تمامی مردم آزادی خواه چه در داخل چه در خارج خواستن که بپیوندید به این کمپین و همچنین برای تقویت هرچی بیشتر مبارزات اجتماعی روز 8 مارس رو داریم. ما به اتفاق شرکت کنندگان در این روز جهانی خواستن که در سراسر کشور خواهان آزادی احمد باطبی و همه زندانیان سیاسی بشید. خب عزیزان، در این قسمت فرصت بیشتری نیست. برمیگردیم و برنامه